انقلاب ایران 40 سال پس از وقوع حضوری سنگین در اذهان ایرانی ها دارد. آیا در شرایطی که انقلاب طیفی از احساسات شدید می انگیزد و فاصله گرفتن از آن دشوار است، می توان منصفانه تحلیلش کرد و از آن حرف زد؟ سلام. در دوران پهلوی وقتی از تاریخ ایران صحبت می شد، تقسیم آن به پیش و پس از اسلام رایج‌ترین امر بود. حالا 40 سال پس از انقلاب، اون چه در نظر اول به چشم میاد شکاف ناشی از وقوع آن در روایت های مربوط به سیاست و اجتماع ایران است. روایت هایی که دیر یا زود به انقلاب و گسست بنیادین ناشی از آن ارجاع می دهند. این وضعیت نتیجه حضور سنگین انقلاب 57 در ذهن ایرانی هاست. شبحی که از بیزاری تا دلبستگی تا شیفتگی نوستالژیک می انگیزد و باعث می شود هر تحلیل و حتی هر روایت به ظاهر خونسا و بیطرفانه مملو از احساسات فروخورده باشد. آیا در چنین شرایطی می توان انقلاب ایران را تحلیل کرد؟ آیا نسل هایی که در انقلاب شرکت کردند و نسل های بعدی که خاطره و اثرات انقلاب به اشکال مختلف به آنها منتقل شد، می توانند از آن فاصله بگیرند و به نحوی از آن حرف بزنند که آموزنده باشد و راهگشا برای مواجهه با معضلات فکری و عملی؟ احمد سلامتیان که در انقلاب به عنوان فعال سیاسی شرکت کرد و بلافاصله پس از آن به عنوان سیاستمدار، میگوید امکان بحث سالم و با فاصله برای آموختن از انقلاب نمیبیند. آزاده کیان، جامعه شناسی که در انقلاب شرکت کرد، میگوید ابزارهایی هست که بتواند به ما در تحلیل منصفانه انقلاب کمک کند و اگر تحلیل غیر جانبدارانه ممکن است، دلیل اون را باید در جای دیگری جستجو کرد. خیلی خوش آمدید آقای سلامتیان. یه مقدار با تفصیل بیشتر به ما بگید که بر چه اساس چنین فکری دارید. ببینید، وقتی من میگم امکان، یعنی میگم ابزارهای لازم برای چنین کاری و ذهنیت لازم برای چنین کاری هنوز شکل نگرفته اونجا که باید باشه. چندین علت داره. یکی همون انقلاب به ایران با سرعتی که داشت، با شگفتی که داشت، به طرز عجیب غریبی نه تنها دنیا رو شگفت زده کرد، ایرانیان رو در یک چنبره عاطفی و احساسی بسیار بسیار شدیدی گرفتار کرد. 40 سال بعد اگر من بخوام یه خورده نشونه‌هایی بگیرم، چرا میگیم 40 سال؟ معمولاً انقلاب به حوادث رو میگیم 50 سال، 100 سال قبل. اگه من اجازه بدید، مثل اینکه چهلوم و مسابقه روز چهلوم به چهلوم تاریخ مذهبی هنوز در ذهن ما هست، یا به جهت دیگه مثل اینکه مصیبتی است چهلومشه. این یه مرتبه خود این کلمه برای من مسئله میکنه که چه اندازه هنوز عاطفه و ذهنیت در بین همه ما گوینده و شنونده حاکمه، که هنوز این انقلاب با مجموعه احساسمون درگیره. آیا فاصله لازم رو میتونیم بگیریم؟ این یه طرف قضیه است. یه طرف عمده دیگه است. من انبوه از چیزهایی که راجع به انقلاب در اومده رو میبینم، میخونم. به اجازه بدید بگم که بعضی از شیوه هایی که الان انقلاب ایران رو روایت میکنه، اومده داره سایه میاندازه بر یک نگاه تاریخی که ایرانی ها داشتن و مشکل داشتن باش. ما تا گذشته تاریخ رو وقایع نگاری کردیم، نه نگاه به تاریخ و مطالعه تاریخ. الان روایت ها با این تاریخ شفاهی و امثال اینها اینقدر زیاد شده، کتاب های مختلفی که نوشته میشه که به اجازه بدید بگم کم پیدا میشه در این کتاب ها که ضوابط تاریخ نگاری رعایت شده باشه. بسیار میبینید که در این تاریخ ها حتی نویسندگانش یا کسایی که تاریخ شفاهی را گرفتن، یک کرونولوژی گاه شماری از حوادث ندارن.
پس تاریخ پریشی وجود داره. حادثه دو سال قبل رو به دو سال قبل مربوط میکنه، به دو سال بعد مربوط میکنه. بعد. بعد. حال اینکه شما در حوادثی هستید که هر ساعتش مثل اینکه 10 سال زمان میتونه تأثیر داشته باشه. به دلیل اون شتابی که انقلاب ایران داشت، معتقد هستید هر ساعت و هر روزش مهم بود. من در یک مقایسه 3 سال بعد از انقلاب که 2 مرتبه به خارج برگشتم، میگفتم احساسم اینه که مثل اینکه 339 سال دارم، نه 39 سال، 3 سال گذشته بود. هر روز انقلاب، ببینید روز اول محرم، تظاهرات اول محرم سرچشمه در تهران برای من حالت یک قرن داره هنوز. ولی آیا همه چنینن؟ نه، من نمیگم همه چنینن، اما روایت هایی که تا به حال از انقلاب خوندم، روایت های شفاهی که ازش خوندم، بخش اعظم واقع نگاری هایی که از ایرانی ها خوندم، نگاهی که الان میبینم راجع به اون حوادث دارن، هنوز سخت تحت تأثیر جدال انقلابند. مثل این که 23 بهمن رو هنوز رها نکردن، 40 سال فاصله نیست. این برای من مشکل عمده است. بنابراین نمیگم امکان وجود نداره، ولی اگر ما بتوانیم مسلط بشیم به شیوه های تاریخ نگاری ابژکتیو، تاریخ رو به عنوان پدیدار نگاه بکنیم، نه تصفیه حساب، نه این که هنوز یا میراث‌خواریم یا متولی هستیم یا هنوز درگیر زد و خوردیم، تاریخ رو به اون عنوان بنویسیم که گذشته ایست که میخواییم برای آینده به درد بخوره، اما آینده رو در چنبره اون زندانی نمی کنیم. حادثه ای اتفاق افتاده، میخواییم ازش بگذریم، برای استفاده کردن همه اینها لازمه دیگه، نه اینکه تاریخ رو فراموش کنیم اما ازش بگذریم، مرحله جدید بیام. وارد چنین مرحله‌ای نشدیم. چیزی رو که الان نگاه میکنم از روایت‌هایی که تاریخ ایران وجود داره، انقلاب ایران وجود داره، شاید تک و توک به خصوص در بین خارجیانی که نگاه کردن، میبینم که شروع کردن تحلیل تاریخی بدن، در بین ایرانی ها نیست. این اگه مقایسه کنم با انقلاب فرانسه و تاریخ نگاریش و انقلاب روسیه، حتی میبینم برای انقلاب فرانسه 35 سال بعدش شروع شده تحلیل های تاریخی واقعی تاریخی به وجود اومده، انقلاب روسیه با همه چشمکشاش 30 35 سال بعدش باز شروع شده. ما الان 40 سال بعدش با چنان بار عاطفی به انقلاب برخورد میکنیم که من بعض وقتا میگم مثل این که هنوز زوده که نگاه تاریخی به حادثه چی گذشته بکنیم. خانم کیان، شما با این نظر مخالفید، بگید چرا؟ اگر شما به آثار میتونم بگم مهمی که چاپ شدن راجع به انقلاب ایران و چرایش نگاه بکنید، من با آقای سلامتیان موافق هستم که در بسیاری از اینها شما میتونید یا غرض‌ورزی رو ببینید یا تنفر رو ببینید یا تعریف رو ببینید. اون نگاهی که در واقع آدم به هر حال وقتی به تاریخ نگاه میکنه میخواد اون نگاه رو در واقع پیدا بکنه کم هست، ولی این اشکال از افرادی است که اینا رو نوشتن. و جالب هستش که کسایی که خودشون در انقلاب شرکت داشتن یک نوع نگرش دارن، کسایی که نداشتن، این شرکت رو در انقلاب نداشتن و در واقع یک تئوری از پیش ساخته شده داشتن و اونا مثلا نگاهشون متفاوت هست. منظور نظرم این هست که ما اگر بتونیم متدهایی رو در علوم اجتماعی که این متدها قابل دسترسی هستن برای ما انتخاب بکنیم، که اولا بپذیریم که به نظر من تحلیل عینی معنا نداره، نه در تاریخ نه در علوم اجتماعی، و به طبع اون کسی که داره اون کتاب رو می نویسه و داره اون تحلیل رو ارائه میده خودش از یک جایگاه خاصی حرکت میکنه، یعنی جایگاه اجتماعی، خانوادگی، جنسیتی و همونطور که گفتم آیا در انقلاب شرکت داشته نداشته. الان نسل جوانی که الان دارن راجع به انقلاب می نویسن یه جور دیگه ای دارن به مسائل برخورد میکنن، و این که به هر حال این متدهای تاریخی رو فرا گرفتن، متدهای علوم اجتماعی رو فرا گرفتن، بسیار میتونه کمک بکنه به اینکه ما یک ساختار تئوریک و در واقع ایدئولوژیک رو نخواهیم بیایم تحمیل بکنیم به یک پدیده و بتونیم در واقع به یک نوعی با توجه به اینکه هر کسی نظر خودش رو
به تبع داره ارائه میده، به یه تحلیل هایی برسیم از انقلاب. به نظر من این امکان پذیر هست که این تحلیل ها رو اون وقت ما بتونیم با هم مقایسه بکنیم و ببینیم که چه کسی از چه زاویه‌ای برخورد کرده. برای اگر بخوام براتون مثال بزنم، ببینید خب انقلاب الان یک نظر این هست که انقلاب آقای خمینی اگر نبود انقلاب نمیشد. یک نظر جدیدی که به نظر من ریویژیونیستی هست داره میگه که اصلا انقلاب رو جیمی کارتر انجام داده. یک نظری که من باهاش خیلی موافق هستم این هست که انقلاب ایجاد میشه، انقلاب خودش نمیاد و فعالینی که در انقلاب شرکت داشتن نقش‌های بسیار مهمی دارن. یک نظری هست که در واقع بیشتر به فعالین اجتماعی توجه داره تا به سیستم. بله. و در واقع کنش و واکنش بین فعالین اجتماعی و سیستم رو مد نظر قرار میده. منظور شما اینه که اگر این تحلیل‌ها رو ما با هم دیگه به اصطلاح تاخت بزنیم میشه به یه نتیجه خوبی رسید. اما وقتی شما میگید که هر کسی از جایگاه خودش وقایع اجتماعی به خصوص وقایعی مثل انقلاب که همه رو درگیر میکنن از جایگاه خودش به اینا نگاه میکنه، آیا منظورتون اینه که اون چه آقای سلامتیان ابجکتیویتی نامیده، تحلیل بیطرفانه، این ممکن نیست اصلا؟ نه، من معتقدم که در هیچ علمی این تحلیل بیطرفانه امکان پذیر نیست. برای اینکه حتی در فیزیک شما نگاه بکنید، در پزشکی نگاه بکنید، حتی اون افراد، این به اصطلاح دانشمندان، خودشون از یه جایگاه خاصی دارن حرکت میکنن، یه تفکر خاصی دارن. اینا بسیار بحث شده توی در واقع علوم اجتماعی و عملا نمیشه گفت که یک تحلیل عینی ممکنه. از جمله فهواهای صحبت خانم کیان یکیش این است که شاید فاصله گرفتن از وقایع این چنینی اصلا مطلوب هم نباشه. مسئله نگاه ذهن گرایانه و نگاه واقع گرایانه، من با شما موافقم، سوبژکتیو و ابژکتیو، اما هر دوی اونها هم باز نسبیتی داره. یعنی میتونه یک نگاه به اندازه‌ای ذهنیت باشه، عاطفه باشه، که اصلا واقعه رو نگاه نکنه. میتونه نگاه دیگه به اندازه‌ای باشه، یعنی در دعوای بین ذهنیت و عینیت یه حد وسط نسبیت و شک و نقدی باید پیدا بکنه. متناسب با این من میگم مشکل ما الان همیشه اینجوری نخواهد بود، الان هم برای همه نیست، برای کسایی که درگیر انقلاب بودن، فاصله شون نزدیک بوده، این است که عاطفه شدید مانع میشه، سخت براشون واقعیت رو ببینن. بخش دوم صحبت خانم کیان یه نکته داره که من باش باز موافق نیستم. در مجموعه حرکت انقلاب ایران ها نقش افراد سایه است، نتیجه است از نقش میدان. در انقلاب ایران حداقل یه چیز رو من میرسم، وضعیت فوران اجتماعی و غافلگیر کردنش به ترتیبی بوده که بازیگران لعبتن، فلک لعبت بازه و فلک میدان سیاست ایران میدانه. اگر آمدن اون اندازه جمعیت روستایی ظرف 10 سال آخر انقلاب به شهرها نبود، اگر اون افراد که با اون بار از روستا آمدن اومده بودن در شهر، اگر ما تعداد سندیکاهای کارگری و اعضایشون رو به نسبت جمعیت که برای سندیکاهای کارگری چاپخانه ها در دوره مشروطه داشتیم، در زمان انقلاب هم داشتیم، انقلاب به این شکل نمیشد. آقای روح خمینی بیش از اون چه که پدید آورنده انقلاب باشه مولود این انقلاب باشه. این نکته مهمیه. آیا انقلاب یک هیبت عظیمی بود که بازیگران رو به بازی در آورد، یا اینکه نه اونجوری که شما گفتید این بازیگران این انقلاب رو ساختن، به قول خودتون ایجاد کردن؟ این دو نگاه متفاوت باعث میشه ما الان دو جور متفاوت راجع به انقلاب بیاندیشیم و احساسات متفاوتی نسبت بهش داشته باشیم. من برخلاف، ببینید یک نظری پرسی بسیار مهم امریکایی داریم که یک کتاب خیلی مهمی در جهت مقایسه سه انقلاب فرانسه، روسیه و چین نوشت، خانم تیدا اسکاچپول. بله. و نمیدونم کتابش به فارسی ترجمه شده سالهای قبل، درست یک سال قبل از انقلاب ایران کتابش چاپ شد و در واقع بحثش این هست که انقلاب ایجاد نمیشه، انقلاب میاد. و یعنی من تئوری زوال دولت رو مطرح میکنه و میگه که بحرانهای ناشی از بحرانهای مالی، بحرانهای اقتصادی، جنگ،
تمام اینها در واقع دولت ها رو به قدری تضعیف میکنه که اینا خودشون فرو میپاشن و وقت ما اسمشو میذاریم انقلاب. وقتی که انقلاب ایران خب انجام شد، در واقع ایشون مجبور شد که بیاد یه مقاله بنویسه و بگه که نه، انقلاب ایران یه چیزای دیگه‌ای درش دخیل بوده که من اینها رو اصلا در نظر نگرفتم. یا شما مثلا تحلیل‌هایی دارید که فقط روی یک گروه اجتماعی خاص تاکید کردن و بعضی‌ها مثلا یک مایه آقای مشترکی میشناختیم که فوت شده الان، فرانسوی بود، ایشون مثلا میگفت انقلاب طبقاتی بوده. نبوده انقلاب طبقاتی به نظر من به معنی مارکسیستی کلمه. بس این انقلاب ایران حتی بسیاری از تئوری‌های موجود رو تا اون زمان، چه مارکسیستی، چه تئوری مدرنیزاسیون، چه تئوری‌های خانم اسکاچپول رو، تمام اینا رو تحت علامت سوال برد و به عنوان یک واقعه اجتماعی به نظر من تأثیر شما و تأثیر سیاسیش رو می‌بینیم در جامعه. تأثیر تئوریکش هم بسیار مهم بود. یه نکته دیگر هم اشاره بکنم، یکی از تأثیرات مهم انقلاب ایران این بود که این دوگانگی که تا کنون وجود داشت که شما هم در مقدمتون گفتید بین سنت و مدرنیته رو تحت علامت سوال برد، یعنی نشون داد که انسان میتونه سنتی و مدرن باشه، مدرن باشه و سنتی باشه. یعنی تمام اینا به نظر من این دوگانگی هایی که مدرنیته در واقع به لحاظ فکری حاکم کرده بود رو انقلاب ایران به یک نوع اینها رو به چالش کشید. و بخشی از این مشکلی که آقای سلامتیان نسبت میدن به عاطفه شدید نسبت به انقلاب رو شما از اینجا میبینید، یعنی خیلی از تئوری‌ها رو به هم ریخته. نه این هست، ولی در تمام انقلابات آقای سلامتیان احساسات نقش اصلی رو ایفا میکنن. اگر اینو تئودور شنین خیلی خوب تئوریزه کرده در مورد انقلاب، اگر احساسات نباشه من نوعی چرا جونم رو بخوام به قول معروف کف دست بذارم ببرم توی خیابون؟ بله. اگه من اجازه بدید، تحولات اجتماعی، انقلاب اجتماعی، انقلاب فرهنگی، این حرفا همه مهمه، اما ما وقتی صحبت از انقلاب میکنیم امر سیاسی است. تبلور همه اون تحولها در امر سیاسی. امر سیاسیش هم خلاصه بخوام بکنم، به هم خوردن معادله تاب و توان مردم و حکومت. مردم تا چه اندازه تاب تحمل دارند، حکومت تا چه اندازه توان حاکمیت دارد. این رو اگر ما نگاه بکنیم در ایران میبینیم تحولات مبنایی که اون تاب و توان رو در هر دو شکننده کرده یا تقویت کرده 100 سال انباشته شده. اونجایی که باید بیاد براوند بالاش به هم بخوره، به حرکت انقلابی، به امر سیاسی انقلاب انجام بشه، ناجهانی بوده. بگذارید به اون نکته‌ای که خانم کیان گفتن بپردازیم، که میگن نمیشه احساسات رو از انقلاب جدا کرد، و فکر میکنم فهوای کلامشون این است که نه در ایجاد انقلاب فقط، بلکه در ادامه هم، و اینکه این انقلاب مدام ورقهای دیگه ای رو جلو چشم میاره دیگه، در ادامه هم نمیشه احساسات رو تهی کرد، همونجوری که از انقلاب نمیشه، شاید از تحلیل انقلاب هم نشه تهی کرد. من مثلا اینه، تا وقتی که بازیگران مختلف جنبه احساسشون طوری باشه که با عینک احساس و عاطفه‌شون پدیده رو می‌بینن، سختی خواهند داشت برای شناختن پدیده. پدیده‌ای که شما در مقدمه خودتون، البته من معتقدم شاید 100 سال دیگه این نظر عوض بشه، مقایسه می‌کنید با ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام، پدیده‌ای که حداقل امروز از جهت جهانی و از جهت ایران می‌تونیم بگیم یک نقطه عطف عمده تاریخی به نظر می‌رسه. این پدیده رو باید با یک نوع تأنی، با یک نوع وقاری بهش نگاه بکنیم. متاسفانه من این وقار رو نمیبینم. امروز یک کلمه پیدا میشه، یه تلگرافی در یک جایی، یه مرتبه همه عبارت از این میشه که آیا آمریکایی‌ها در انقلاب ایران و در روحیه ما ایرانی‌های دنبال ابلیس و خدا گشتن، دنبال اهریمن و اهورا گشتن، همه چیز رو توطئه دیدن، وضعیتی به وجود میاره که خود اینا نمیگذاره فکر بکنیم، پدیده رو بشناسیم. انقلاب وقتی آموزنده خواهد شد که ما قبول بکنیم کشوری متکثر امروز 82 میلیون ایرانی هستن که دیگه یه آقا بسر ندارن، قیمش از بین رفته. این عمده است. متناسب با این من بذارید این خیرم بگم، اجازه بدید یه نکته رو شما گفتید من به شما قبول دارم. مورخین جوانتر اونایی که متد دارن، ببینید چرا فقط متد ندارن، یه چیزی هم دارن. به هر حال بفرمایید، من نسبیت پیدا کردن،
اطلاق ایدئولوژی که نسل ما رو ندارن. بله خب دقیقاً من بچه های جوانی که تاریخ می نویسند رو می بینم قشنگ میتونن به این گروه و به اون گروه راحت تر نگاه بکنن. بله ولی خب این آقای سلامتیان به سن نیست، این همین که بنده عرض کردم، این به متد، این به شناخت از متدهای مختلف هست، این به در واقع تعلیم و تربیت و آموزشی هست که افراد دیدن و اینا خیلی تاثیر میذاره روی نگرش ما به جهان و به پدیده‌های مثل انقلاب و پدیده‌های دیگر. یعنی تلاش بر این که در واقع اون ایدئولوژی خودتون رو غالب نکنید، یا اگر که مثلا متخصص علوم اجتماعی هستید از یک کادر تئوریک و مفهومی درست شده از قبل نیاد به پدیده نگاه بکنید، میدان رو، کار میدانی رو در نظر بگید، ببود اون میدان به شما چی میگه. به همین دلیل هم من مثال خانم تیدس کاچپول رو زدم که به هر حال آمد قبول کرد که من تجدید کردن نظرش و نظرات کیان، مختلف خانم کیان یک بخشی از این متدولوژی نوع رابطه ای که خود تاریخ نگار، تحلیلگر، جامعه شناس با احساسات خودش برقرار میکنه هست دیگه. شما وقتی میگید که انقلاب رو نمیشه از احساسات جدا کرد، ممکنه حرف شما رو بشه پذیرفت در مورد انقلاب، اما در مورد تحلیل انقلاب این متفاوته. یه وقتی از شما به عنوان فعال سیاسی راجع به انقلاب صحبت میکنیم، ولی وقتی شما راجع به انقلاب میخواید تحلیل کنید، تاریخش رو بنویسید، اون دیگه به گفتن این که با احساسات عجینه خانه‌های مقدار ممکنه. منظور از احساسات چی هستش؟ ببینید من نوعی که خب در زمان دانشجویی و در انقلابم شرکت داشتم، بعدها نشستم به خودم فکر کردم که به لحاظ علمی بخواستم برخورد بکنم به این و برای مثلا تز دانشگاه، و خب به تبع نشستم به خودم فکر کردم که من چرا توی انقلاب شرکت کردم، اصلا مشکل من مگه با شاه چی بود، با رژیم شاه چی بود، من که خودم غربی بودم، فرهنگ غربی داشتم، دوستای غربی داشتم، توی محیطای اصلا من چرا، پس دلایل این چی بود. و اون وقت وقتی که فقط مسئلهش فرد نیست، چون من دور اطراف خودم رو نگاه میکنم و میدیدم که افرادی که خیلی شبیه به من بودن به لحاظ جایگاه اجتماعی و تحصیلی و غیره هم توی همین انقلاب شرکت داشتن، همین سوال اصلی من شد و تجربه من باعث شد و ما، نه فقط من، و ما باعث شد که من برم اصلا به دنبال این که چه بوده. و بعد به این نتیجه رسیدم، البته در یک کار مقایسه‌ای با مصر که اتفاقا طبقات متوسط به لحاظ سیاسی موتور اصلی انقلابات و در واقع جنبش‌های اجتماعی هستند در این کشورها، حداقل با اینکه از طریق دولت ایجاد شدن، همیشه برای دولت هم قد علم کردن، و این در واقع دلیل اصلی این پروسه تحقیقی من، تجربه خود من تو انقلاب بوده. این تجربه نه تنها مانع نشد بلکه کمک هم کرد به خانش انقلاب ایران. آقای سلامتیان، سه تا خانش مملو از عاطفه که خیلی رایجه، یکیش بیزاری از انقلابه، خیلی از اونها که تعلق خاطر دارن به رژیم پیش از انقلاب ایران درشون میشه دید، یکی شیفتگی نسبت به انقلابه که خیلی از کسایی که در جمهوری اسلامی سهمی دارن این رو درشون میتونی ببینید، یکی احساس متناقض دلبستگی نسبت به انقلابه و انزجار از اون چه که پس از اون رخ داد. این ستا رو در نیروهای سیاسی مختلف میشه دید، احساس سون رو در میان سکولارها، چپها و اونهایی که رانده شدن یا ممکن در داخل کشور باشن و ناراضی باشن میشه دید. آیا وقتی شما میگید که احساس و عاطفه شدید غلبه کرده بر درک ما از انقلاب ایران، منظورتون این است که خارج از این سه خانش مملو از احساسات واقعا نمیشه خانش دیگه ای داشت؟ یعنی بیرون از بیزاری، شیفتگی و دلبستگی نمیشه طور دیگه راجع به انقلاب ایران فکر کرد؟ شما وقتی میگید نمیشه، امکان رو دارید صحبت میکنید. بله چون توی مقدمه هم بحثه. من وقتی میگم نیست، نبود رو میگم، و چه شرایطی باید داشت برای اینکه این کار بشه رو اصرار دارم. شرایطی که باید داشت عبارت از اینه که باید زاویه توجه رو از بازیگران مقداری به میدان بازی گرداند.
اگر در یک سده گذشته عمده ترین حادثه ایران گسترش این طبقه تخت قاپوش شده متوسط شهری باشه، درست؟ از ایلیاتی مشروطه رو مقایسه کنیم تا به حال، قبول باید بکنیم که در بهمن 57 این طبقه هنوز نمایندگان سیاسی خودش رو به صورت نهادینه در درون خودش نداشته. خود همین که شما دارید این تحلیل رو میدید، چون این یک تحلیل دیگه، بله. و شما خودتون معتقد هستید این تحلیل درسته که دارید اینجا بیانش میکنید، این یعنی اینکه به خودتون دارید میگید که من میتونم فارغ از احساساتم، و این احساسات خیلی جدی هستن دیگه، برای اینکه شما ناچار شدید از ایران فرار کنید، قبلش نمیدونم در روزهای پیش یا پس از آمدن آیت الله خمینی بودید که اومدید ایران، نماینده در مجلس اول بودید، علارغم این احساسات دارید چه این تحلیل میدید؟ این یعنی اینکه دارید میگید که میشه تحلیل داد، تحلیل رو میشه داد، اما من که خودم هنوز من چه خدمت شما نشستم، ریشه های این انقلاب که در سال 57 نبوده، که من برمیگردم به 39، برمیگردم به 40، برمیگردم به قبل از اینکه آقای خمینی برآید، دوره های مختلف، حوادث مختلف، درگیری من بازیگر به ترتیبی بوده. ببینید یه مقایسه دیگه بکنم خیلی کوتاه، بله، ما هند، آفریقای جنوبی، ما کشورهایی بودیم تا 70 سال درگیر بودیم دیگه. نهرو، حزب گاندی، حزب کنگره از خودش باقی گذاشته. ماندلا، نشنال افریکن کنگره، بله، حزب. آقای دکتر مصدق که هنوز که هنوزه برای من سایه سنگین بر تمام وجودم داره، ماترکی که داره رهبری فردی خودش رو رهبری جمعی ازش باقی نتوانسته بشه. از این چه نتیجه میخواید بگیرید؟ که اول من نتیجه اصلی که دارم، مثل این که جامعه ما با تبدیل کردن نقش فرد به نقش نهاد مشکلات جدی داره، و این جامعه... بخشی از اون مجموعه احساساتی کردن سیاست و با احساسات به سیاست نگریستنه. معتقد هستید چنینه؟ بذارید از مهدی اخوان ثالثی که وام بگیرم، میگه نادری پیدا نخواهد شد امید. نه دیگه، تمام شد نادر، بله. و اسکندر. من با تمام احترام که برای سلامتیان دارم، فکر میکنم آقای سلامتیان خودشون سالهای ساله که دارن تحلیل میکنن انقلاب ایران رو، و اون بُعد در واقع احساسیش هم من کاملا متوجه هستم، چون شما به اون دلایلی که خودتون گفتین به هر حال از احساسات دور نیستین. شما امروز هنوز وقتی حتی راجع به مرحوم دکتر مصدق صحبت میکنین هم احساسات رو دارین. احساسات، من به همین دلیل میگم که به تبع که ببینید فرانسوی‌ها خیلی هاشون با ناپلئون بدن، خیلی ها با ناپلئون خوبن، امروز هنوز شخصیت ناپلئون بناپارت یه شخصیتی که شما توی جمع فرانسوی بشینید اسم ناپلئون رو بیارید احساسات متناقض می‌بینید، ولی این به این در واقع به این معنی نیست که مثلا ما تحلیل‌های مهمی راجع به دوران ناپلئون نداشته باشیم، و به همین دلیل هم اما پله اول برای اینکه ما اصلا بتونیم خودمون رو در واقع انسان پسا استعماری قلمداد بکنیم، برای اینکه تا پسا استعماری نباشیم نمیتونیم اصلا خودمون بشینیم به اون پدیده انقلاب نگاه بکنیم، اینه که بپذیریم، حالا برای اون کسایی که بودن توی انقلاب، اولا بپذیریم که در انقلاب شرکت داشتیم، یا اگر نداشتیم این انقلاب به هر حال اطرافیانمون در شرکت داشتن. این انقلاب نیست که امریکا ایجاد کرده باشه یا یک فرد، یعنی مثلا آقای خمینی ایجادش کرده باشه، نارضایتی های مختلفی وجود داشته. خود من فکر میکنم ببینید وقتی که انقلابات کشورهای عربی صورت گرفت، مسئله دیگنیتی یا شرافت انسانی، حرمت انسانی رو مطرح کردن، این رو ما مطرح کردیم اول همه، اولین بار من فکر میکنم انقلاب ایران هست که مسئله حق احترام به حرمت انسان، به شرف انسان مطرح شده. من وقتی خودم فکر میکنم که من مشکلم با رژیم شاه چی بوده، مشکل من دقیقا همین بوده، به ما احترام گذاشته نمیشد، اصلا ما رو به عنوان انسان منزلت برای ما قائل نبودن، و مثال ها بسیاره، فقط این نیست که وضع مالی افراد خوب باشه. آیا میخواید بگید یکی از دلایلی که تحلیل انقلاب این همه اختلاف ایجاد میکنه، یکی این رو میگه یکی اون رو میگه، احساسات متناقض ایجاد میکنه، بخشش اینه که اونها که در انقلاب شرکت کردن
شمار زیادیشون الان شرمندن و نمیگن ما شرکت کردیم. اصلا یا شرمندن یا نمیگن ما شرکت کردیم، یا میگن دیگری بوده، یا میگن ما آلت دست قرار گرفتیم. همیشه میشه از این دلایل، این دلایل مال افرادیه که فکرشون هنوز تفکر استعماریه. و من فکر میکنم که ما برای اینکه واقعا بتونیم خودمون به گذشته خودمون برگردیم و بتونیم تحلیل بکنیم، و من منظورم حالا متخصصین علوم اجتماعی و انسانی فقط نیست، تک تک اون 80 و اندی میلیون ایرونی بتونن واقعا به گذشته تاریخی خودشون و به تاریخ فعلیشون برخورد بکنن، اینه که از اون تفکر استعماری بیان بیرون، خودشون رو فعال مهم تلقی بکنن، و این نه اینکه دیگری کرده ما مثلا قربانی شدیم. نکته مهمیه، شاید یک پرگاری به این اختصاص بدیم. اونچه که شما شرمندگی در میان بخشای مهمی از شرکت کنندگان در انقلاب ایران مینامید و به همین دلیل نمیخوان بگن در انقلاب شرکت کردن، اما یه نکته در صحبت های پیشتر شما بود، باقی سلامتیان میرسیم، اون خیلی مهمه. شما مقایسه میکنید انقلاب ایران رو و احساسات متناقضی که میانگیزه با مثلا ناپلئون در فرانسه و احساسات متناقضی که ناپلئون در میان فرانسوی ها ایجاد میکنه، اما خیلی متفاوتن اینا. خانم کیان، چهره ناپلئون باعث نمیشه در رأی امروزی، در حرکات امروزی، در سیاست ورزی ها در فرانسه اختلافات جدی ایجاد بشه، یعنی اینها ارجاع داده نمیشه به ناپلئون، در صورتی که در مورد ایران ممکنه اینجا و اونجا ممکنه، ولی در مورد انقلاب ایران مسئله اینه که انقلاب چنان حضور سنگینی داره، و بخشش به این دلیله که نسل‌های شما و حتی نسل‌های بعدی، یعنی منی که دانش آموز بودم به یک معنا میتونم بگم که من هم مثل شما میتونم بگم فرزند انقلاب هستم. اگر ما نمیتونیم با انقلاب ایران یک دیالوگ منطقی و بدون عواطف شدید برقرار کنیم، مثل اینه که نمیتونیم با اون که فرزندش هستیم یک مناسبات منطقی ایجاد کنیم. این به چه خواهد انجامید؟ خب به این همین خواهد انجامید که ما نمیتونیم جلو بریم، نمیتونیم در بیایم از وضعیت انقلابی. ببینید، ما هنوز از وضعیت انقلابی، ما به عنوان یه ملت فکر میکنم هنوز از وضعیت انقلابی خودمون رو نتونستیم بیرون بکشیم و بتونیم برخورد بکنیم به اتفاقاتی که افتاد، به چرایی و چگونه. آیا این تایید حرف آقای سلامتیان نیست؟ نه. این ترتیب، چون به یک معنای دیگه دارن اینو میگن دیگه. نه آخه ببینید، میشود تحلیل کرد، شما میتونید نظرات مختلف رو بیاید کنار هم قرار بدید و یک دید کلی از اون انقلاب کسب بکنید. و این که همین الان خود آقای سلامتیان دارن میگن که با وضعیتی که ایجاد شده بود به نظرشون انقلاب محتوم بود، که حالا البته من معتقد نیستم که محتوم بود، ایشون داره تحلیل میکنه خودش، ایشون از اون وضعیت خودش رو فاصله داده، اومده بیرون، داره چنین تحلیلی میده. ایشون میگن کار شده میدانی، تئوریک، و اینها مقایسه اینها با هم ما رو میتونه از اون در واقع گرفتاری که شما میگید رهایی ببخشه، یعنی ما لازم نیست در عواطف خودمون بمونیم برای تحلیل انقلاب ایران. به شرط این که بتوانیم بخش نگاه تاریخی رو با نقش بخش نگاه عاطفی و تصفیه حساب جدا بکنیم، و در درجه اول مصرف کننده تاریخ که خواننده‌ش هست رو هشدار بدیم که روایت کننده حقش درد دلش رو بگه، اما تو برای تشخیص تاریخ باید ابزار اندازه‌گیری درست تاریخی رو داشته باشی. تمام هشداری که من میدم و بحثی که میکنم، حتی اونجایی که میگم خودم ممکنه با وجود اینکه به عنوان اهل تحلیل شناخته شدم گرفتاری بشم، برای توجه به این مسئله است. بابا مردم، احمد سلامتیان هر حرفی رو که زد در محک گاه شماری نقد ارزیابیش بکنید، وگرنه من در چنبره احساس حرف میزنم. نمیخوام شما رو گول بزنم که شرمسار باشم یا نه، ناخودآگاه اینقدر سایه سنگین او بر سر من هست. ببینید، اگه من بنا باشم، من برای بچه های خودم قدغن میکنم که راجع به من و زندگی من مطلب بنویسن، چون معلومه عاطفه است.
شکی چه نداره که من چه نمیام که بعد از مرگ من بچه من بیاد روی قبر من توف بیاندازه. که متناسب با این من میبینم حجم عظیمی وجود داره. مال اینه میگم مثل اینکه متولی ها و میراث خارا، ببینید من هنوز تنوزه تو فرهنگ ایران بعد از انقلابی که دیگه اصلا پدر برای بچه هاش مرجع نیست، بچه برای پدرش مرجعه، خاندان های جلیل وجود دارن. این طرف خاندان جلیل مرقد امام و خاندان جلیل جرای دیگه، مثل اینکه مراجعه به اینه. حالی که جامعه عوض شد، من قبول دارم شرط لازمه برای شرمساری نداشتن و با تاریخ برخورد کردن به عینیت نگاه کردنه، و شرط لازمه برای این کار قبول بکنیم که تاریخ به سرعت حرکت میکنه و ما امروز توده مردمی که داریم اصلا توده مردم 57 نیستن. من خیلی از این روایت‌ها رو که شما می‌فرمایید رو خوندم. یعنی افراد کتاب می‌نویسن فقط برای اینکه خودشون بذاره بگه من همه کار بودم یا من خیلی آدم مهمی بودم، یا در مورد پدر، در مورد خانواده می‌نویسن برای اینکه حالا این وقت اصلا مسئله انقلاب جزئیه، یعنی میشه اصلا هیچی، فقط من انقلاب رو مطرح می‌کنه برای اینکه خودش رو مطرح کنه. این یک رویکرد هست. رویکردی که رویکرد من به همین دلیل خیلی اتفاقا فکر می‌کنم که ما بایستی که متد رو و آموزش بدیم، که وقتی متدهای تاریخی مختلفی ما داریم که تاریخ نگاری نیست بلکه تاریخ شناسی، متد تاریخی، و در علوم اجتماعی هم همطوری که عرض کردم، برای مثال ما الان به هیچ وجه دیگه اون تقابل مایکرو مثلا ماکرو رو نداریم، در واقع این تقابل ریز و کلان نداریم، این که چقدر ریز رو کلان تاثیر میذاره، کلان روی ریز تاثیر میذاره، چقدر فرد روی اجتماع، اجتماع رو فرد تاثیر میذاره، اجتماع روی سیاست تاثیر، بله. تمام اینا رویکردهایی هست که الان توی علوم اجتماعی غرب حداقل بسیار مهم شده. ببینید ما الان خیلی دیگه با اون شکل سابق به تحقیق کمی اهمیت نمیدیم، بیشتر تحقیق کیفی هست که مهم شده. متجسم. یعنی چی؟ یعنی تجربه انسان‌ها و گروه‌های اجتماعی برای خیلی مهم هستن، تجربه زیستیشون، و از مجموعه اینها میشه به یک تابلوی نسبتاً در واقع دقیق یا دقیق‌تر از پدیده‌ها دست یافت. یکی از کسایی که راجع به انقلاب ایران صحبت کرد و صحبتی که راجع به انقلاب ایران کرد منبع خیلی از نوشته ها، سخنرانی ها، گفتگوها در نقد یا در تایید شد، میشل فوکو بود. بله، در طول بله، انقلاب ایران. بله. مورد میشل فوکو خیلی جالبه، یعنی نشون میده که شما اتفاقا اگر بری برای یک پدیده اجتماعی و برای مطالعه اون پدیده اجتماعی در جایی باشی و از نظر احساسی خیلی عجین بشی باهاش، ممکنه حرفایی بزنی که رد هم بشه ولی محل مطالعه میشه. بله. آیا اون چه که میشل فوکو در زمانی که رفت و انقلاب هنوز پیروز نشده بود ولی فضای انقلابی بود نوشت، نشون نمیده که اتفاقا از نظر احساسی درگیر شدن میتونه یه دیدهای جدیدی، یه بصیرت‌های متفاوتی بده؟ این بصیرت‌ها ممکنه رد بشه بعداً، ممکنه اونهایی که از انقلاب بیزارن مدام محکومش کنن، ولی حداقل محل مطالعه میشه، محل بحث میشه. به این معنا در این سوال این نکته نهفته است که اتفاقا از نظر احساسی درگیر شدن گاه میتونه مفید هم باشه. نه ببینید، من تحلیل فوکو رو من راجع به انقلاب ایران بسیار دوست دارم، تحلیلش رو. برای بیننده‌هایی که ممکنه ناآشنا باشن در یک عبارت کوتاه بگیم که در واقع فوکو میگه یک معنویت سیاسی زاده شده، یک انسان جدید زاده شده. انسان جدید و معنویت. ببینید در فلسفه فوکو، به همین دلیل هم فوکو به انقلاب ایران بسیار علاقمند شد، چون خودش بحث معنویت رو بحث اساسی میدید در اواخر عمرش، و وقتی که با انقلاب ایران مواجه شد، در واقع این چیزی که اون میدید در اون دوران مسئله معنویته. اما وقتی وقتی که نوشته هاش رو نگاه میکنین، دقیقاً این بحثی که عرض کردم، سنت و مدرنیته، این که سنتی ها و مذهبی ها دارن برای مدرنیته شاه مثلا قیام میکنن، اصلا اینها نیست. تمام اینها رو فوکو خیلی زیبا نشون میده، که اگر میگه رژیم شاهه که آرکائیکه،
آرکائیک به معنی منفی کلمه، یعنی بله. پوسیده است، یعنی بله. چیز پوسیده است. ببینید فوکو خیلی بهش انتقاد شد بعد از مرگش. چرا؟ برای اینکه انقلاب اون راهی که افراد فکر میکردن شد نرفت. جمله ماهایی که اینجا نشستیم نرفت. ولی من راجع به نتیجه انقلاب صحبت نمی کنم، راجع به جمهوری اسلامی صحبت می کنم، من راجع به خود پدیده ای بله. که سلامتیان. اسمش انقلاب صحبت بله. می کنم. سلامتیان، همین چیزی که فوکو گفت و هنوزه بعد از 40 سال محل بحث، نشون نمیده که اتفاقا از نظر احساسات درگیر بشی ممکنه چیزهایی بگی که بعدن راهگشا باشه. من بنابر تصادف تاریخ یک سال و نیم قبل از انقلاب که فوکو اول به ایران رفت، تا 4 سال بعدش که من برگشتم فوکو فوت شد، باش به طور مرتب رفت و آمد داشتم. خب جالب. و هنوز که هنوزه من حرفی رو که شما میگید خانم عمده ترین کار فوکو میدونم. فوکو روشنفکری که از برج عاج آمد به میدان جامعه و رفت تهران و رفت اجازه فرمودید رفت اول توی دیوان خانه ها، توی زندان ها آرکئولوژی سکس مطالعه کرد. اون فوکو اومد در پهنه ایران، متوجه این شد که یک امر شگرفی که نمیفهمیدن اروپای بعد از رنسانس نمیفهمید که پیوند اصلی بود، که همون معنویتی بود، که این توانسته در جامعه‌ای که از همه ابزارهای بروز خودش محروم مونده بروز بکنه. و به من اجازه بدید بگم که فوکو تا آخر عمرش این رو هرگز نفی نکرد، از این هرگز کوتانه. اما به من اجازه بدید، جامعه فرانسه روشنفکران امروزش با فوکو و در ایران برخوردی که میکنن، شدتش از برخوردی که در قم با تکفیر میکنن والله کمتر نیست. یعنی مثل اینکه انتقام جوی فردی دارن میکنن از یک تفکر. آره این مثال خوبیه برای بیننده‌هایی که اجازه بدید. سلامت جان، من اتفاقا این مثال خوبیه، باید از خانم کیان پرسید این رو. من تا قبل از اینکه ازشون بپرسم، برای بیننده‌هایی که آشنا نیستن من یه توضیح بدم، برای اینکه مجاورت دیوان خانه که شما گفتید و من گفتم تهران ممکنه سوء تفاهم ایجاد کنه. فوکو تاریخ دیوانگی رو نوشت و به همین دلیل رفت دیوان خانه ها در فرانسه رو دید، ولی بعد در ارتباط با انقلاب ایران بود که من گفتم تهران رفت دیوان خانه. اما نوع برخوردی که با میشل فوکو فرانسوی میشه که رفت ایران و گفت من یک معنویت متفاوت میبینم و چیزی که زاده میشه یک انسان جدیده، نوع برخورد با اون که فحش و ناسزا به ما چی میگه؟ آیا نمیگه که همونجوری که آقای سلامتیان گفتن در جامعه روشنفکری ایرانی، چه خارج چه داخل کشور، این بیزاری نشون میده که عواطف شدید مانع میشه که انقلاب دیده بشه و یه کسی که تحلیل کرده انقلاب رو مخالف هم باش باشی باید رجوع فوکو بتونی فارغ از احساسات خود حرف بزنی. ولی فقط روشنفکران برخی از روشنفکران ایرانی نیستن که از فوکو بیزارن، خیلی از روشنفکران فرانسوی هم چون از ایران و از انقلاب ایران بیزارن در واقع از فوکو یعنی بیزارن. مختص ایرانیان یعنی نیست. مختص ایرانیان نیست و اصلا ببینید به خاطر چیه، میدونید برای اینکه تفکری که کاملا هنوز سلطه داره بر روشنفکران ما و روشنفکران خیلی از روشنفکران قبلی، تفکر مدرنیته هست. همین مدرنیته دوگانه دیدن، مدرنیته که ما که فرانسوی هستیم متمدن اینا آدمای اینها یعنی تمام به خصوص اگر مسلمان باشه شما غیر متمدن هستید، ما باید بریم اینها رو متمدن کنیم. اینا هنوز تفکر این که شاه ایران که برگرفته از مثلا نظریات غربی بود داشت مملکت خودش رو مدرن می‌کرد، به سمت مثلا مدرنیت پیش می برد و این روحانیون و اینا اومدن و جلوگیر این مسئله شدن. و فوکو از اونجایی که بحث معنویت رو مطرح میکنه و اینکه برای ایرانی یا برای ما ایرونیا معنویت و مذهب به یه نوعی با هم در ارتباط هستن، روشنفکر ایرانی از این زاویه بیشتر به فوکو حمله میکنه، چون فکر میکنه که فوکو داره از مذهب دفاع میکنه. روشنفکر فرانسوی چون از مدرنیته میخواد دفاع کنه باز به فوکو حمله میکنه. ولی فوکو تفکرش همین چیزی که من اول برنامه گفتم رو خیلی قشنگ نشون میده، یعنی این دوگانه دیدن سنت و مدرنیته رو کاملا تحت سوال بود. و این بود که این که مدرنیته ببخشید
اصلا بدون معنویت میشه همون در واقع اون آیرون کیج وبری، یعنی اون مدرنیزاسیونی که بله بله که انسان رو در خودش حبس میکنه. بله ولی سوال من این بود که مورد فوکو نشون نمیده که صحبت کردن، تحلیل کردن آری از عواطف شدید در مورد انقلاب ایران مشکله، برای اینکه فوکو یه چیزی راجع به انقلاب ایران گفته که یه عده کاملا این سو محکومش میکنه، یه عده کمی که ممکنه مخالف نباشن باش و تاییدش کنن، مثل شما غالبا صحبت نمیکنن راجع به اجازه بدید اینا یه کمی فراتر برم در مورد فوکو که میگید. نه من معتقدم هنوز که هنوزه معنویت و واقع و تاریخ رو ما در تشکیل و تکوین انسان تجلیبون باش معین نکردیم و از این جهت کار فوکو مهمه. معنویت رو بلا فاصله بدل به معنویت دینی میکنیم، درسته؟ و خارج از معنویت مدرنیته رو عبارت از این میکنیم که مثل انسان اورولی هستیم. بله این رو هنوز که هنوزه نه جمله مالرو که قرن 21 اینا نخواهد بود یا مذهبی خواهد بود میگم گویاست، فوکو اولین کسی که در این مسیر اومده و خواسته به یک نوعی بگه که انسان بدون داشتن یک پیوند ملاتی که معنویست، معنوی معنویه از آسمان آمده نیست، یک نوع چیزیش این وجود ند، اینو به یه فرم دیگه ما در اون چیزی که بحث میکنه میگیم ایدئولوژی حقوق بشری به شکل دیگری میبینیمش. این رو من معتقدم کل جامعه متفکرین بشری هنوز براش حلاجی نشده. از این جهت فوکو پوشست. یه بخشی از کسانی که با میشل فوکو و نظرش در مورد انقلاب ایران مخالف هستن، نه ناشی از حقوق‌زای امروزی، بلکه مخالفتشون ناشی از این است که فکر میکنن فوکو شیفته جماعت و جمعیت شد، اون چه که مردم نامیده میشه. یعنی وقتی جمعیت رو در خیابان دید اسمی روش گذاشت معنویت، و این شیفتگی خب به بیراهه میبره دیگه. این هم یه نقد دیگه، و این نقد مربوط به موضوع برنامه است، برای اینکه اونهایی که راجع به انقلاب میاندیشن بلافاصله راجع به این میاندیشن که ما با جماعتی که فوران کرده چه کار باید بکنیم. این است دیگه. فوکو این رو تایید کرد و اسمش رو گذاشت معنویت، ولی امروزه شما اسم این رو معنویت نمیگذاری. اگر خود شما مثل فوکو در خیابانهای تهران مشابه اون باشه اسمش رو نمیگذاری معنویت. اسمش رو میتونم معنویت بذارم. چرا؟ چون ببینید بر خلاف کسانی که میدونید توی علوم اجتماعی وقتی راجع به انقلاب‌های مختلف صحبت میشه، خیلی‌ها در اون زمان و این نظر در واقع نظر مسلط بود، میگفتن که افرادی که شرکت میکنن تو جنبش‌های اجتماعی به طور کلی افرادی هستن که تعیین میکنن برای خودشون که به نفعشون هست که مثلا در یک جنبش اجتماعی شرکت بکنن، یعنی به لحاظ عقلانی این تمام اینا رو محاسبه میکنن و بعد میرن توی جنبش اجتماعی شرکت میکنن. انقلاب ایران دقیقاً عکس این رو نشون داد، اینکه عقلانیتی برای شرکت در این جنبش اجتماعی وجود نداره. نمیگم چند نفر این رو نداشتن، ولی به طور کلی افرادی که در انقلاب شرکت کردن نشسته بودن تو خونه محاسبه بکنن، حساب کتاب بکنن. این خودش به نظر من یه معنای معنویت رو میشه ازش در واقع استنتاج کرد. فکر میکنم که فوکو شاید بیشتر این رو دیده بود. از طرف دیگه مگر میشه شما به یک جنبش اجتماعی، به یک انقلاب نگاه بکنید و شیفته نباشید؟ یعنی بحث اینه، مگر اینکه زده اون انقلاب بوده باشید. و فوکو اتفاقا دنبال یک همچین شیفتگی میگشت. میگم عرض کردم به همین دلیلم توی فلسفهش دنبال معنویت بود قبل از اینکه انقلاب ایران در واقع انجام بگیره. در زبان فرانسه اون جمعیتی رو که شما میگید لغت فول میگن بهش، و به نظر من فوکو فیلسوف‌تر از این بود که از فول، توده برانگیخته شده، نترسه، حتی نسبت بهش قضاوت بد نداشت. اون اسپریتوالیتی که فوکو دنبالش بود اینه که چه پیوندیست که این مردمی رو که در این تحولات شدید بودن و هیچ پیوند سیاسی قابل لمسی هم بینشون نمیبینیم، یه مرتبه بدل به یک انجام کار سیاسی کرده که در اون ماهایی چون اومده بود اونجا میدید. ببین من یک روز با آقای شریعت مداری با فوکو 4 ساعت نشستم بحث کردم،
مترجمش هم بودم، اینو بعدش گذاشتم برای خودم. فوکو اصلا و ابدا شیفته توده های مردم بله متوجه هستم. در واقع در مصاحبه بعدن میاد روشنگری میکنه، میگه که اون چه که من شیفتش شده بودم این بود که یک انسان جدیدی میدیدم در خیابان های تهران زاده شده. ولی به عنوان خیلی کوتاه مطلب پایانی میخوام ازتون بپرسم که آیا دلیل اینکه خیلی ها میگن که انسداد سیاسی هست در ایران همین تکلیف رابطه با انقلاب مشخص نبودن عاملش نیست؟ تعیین تکلیف کردن از یک چیزی و گذشتن از یک چیزی فرق میکنه. من قبول دارم که لازمه رستگاری آینده جامعه ایران و انتقالش گذشتن از انقلاب ایرانه، در ریز ازش گذشته است. تعیین تکلیف نمیتونی بکنی با در ریز، یعنی تعیین تکلیف از نظر اینکه نوع رابطت رو با این انقلاب مشخص کنی، منظورم این یا اون محرم نیست، جامعه ایران نوع رابطت هم ببینید در ریز وادی است، یکی از هفت وادیت این وادی بوده، از این وادی گذشته ای، با مشخص کردن اینکه در وادی جدیدی، ما الان در وادی بعد از انقلابیم. کسی بله. که الان در خیابان تهران بیاد تظاهرات میکنه فرزند متولد شده، ببینید امکان نداره الان دیگه در ایران مردمی برن یک روز کسی رو در ماه ببینند. بله بسیار خوب، خیلی ممنونم. و آخر پرگار این هفته میرسیم. تشکر از شما و همینطور از مهمانهای برنامه، احمد سلامتیان و آزاده کیان. پرگار رو پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه ها زودتر ببینید. هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست، یعنی نسخه شنیداری پرگار، در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه. پادکست برنامه که اندکی طولانی تره و صحبت خودمونی بعد از خاموش شدن دوربین ها به اون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی میتونید دریافت کنید. شب و روز بر همه شما خوش.